کتاب خاطرات آیدا کلینگ زن 102 ساله آمریکایی که 7 سال پیش رکورد جهانی دوی 60 متر را در گروه سنی خود شکست به تازگی به بازار عرضه شده است او در این کتاب با عنوان هیچ چیز مرا ناامید نخواهد کرد داستان زندگی پرفراز و فرود خود را همراه با آنچه راز موفقیتش میخواند به رشته تحریر درآورده است جزئیات بیشتر در برگردان گزارش زلاتیکا کاهوک آیدا کلینگ دوندگی حرفه را از 60 سالگی آغاز کرد و در 95 سالگی رکورد دوی 60 متر جهان را در گروه سنی شکست. او همچنین نخستین زنی است که در 100 سالگی رقابت دوی 100 متر را به پایان رساند و برگ برنده اخیر او انتشار کتاب خاطراتش به نام هیچ چیز مرا ناامید نخواهد کرد است. تنها جایی که او درباره تلخ ترین در حوادث زندگی یعنی مرگ دو پسرش صحبت میکنه پس از مرگ اونا من شکیباییم و به کل از دست داده بودم واقعا ادامه زندگی برام غیر ممکن بود بی حوصله بد و بدبین شده بودم و نمیخواستم با هیچ کس حرف بزنم و دائما خودم رو سرزنش میکردم تا اینکه یک روز دختر آیدا به او پیشنهاد دویدن را داد من پیشنهاد اون رو برای دویدن پذیرفتم و همینطور که در حال دو بودم احساس قدرت می کردم به نظرم میمد که در حال بیرون رفتن از چاهی هستم که در اون گرفتار شدم او دویدن را به درد مفاصل انگشتان و زانو آغاز کرد و همچنان در صد و دو سالگی هر روز صبح نرمش می و به دیگران هم توصیه می در هر سن و سالی فعال و پر انرژی زندگی کنند. از جا بلنشید و این ور ور برین یه جا نشینید سرتون رو به یه کاری گرم کنید حتی اگه اون کار رو دوست ندارید وقتی انجامش بدین از شرش خلاص میشین و اون موقع است که متوجه تغییر روحیه خودتون هم میشین در حال حاضر شمار افراد بالای صد سال رقم قابل توجهی نیست. سرشماری سال 2010 در آمریکا 53000 نفر بالای صد سال را در همه کشور ثبت کرده است. دانشمندان میگویند ژنها نقش مهمی در زیست طولانی تر از یک قرم دارند اما مرغوبیت ژنها کافی نیست و شیوه زندگی سالم همراه با این ژن برتر عمر طولانی را تضمین می کنند.